قسمت دوم سردرد ها. بسیاری از ما گاهن دچار سردرد های ناراحت کننده و درد آور می شویم. در واقع سردرد های مختلفی وجود دارند که 5 تا آن در قسمت اول در ویدیوی قبلی تقدیم کردیم، اما در این ویدیو 5 تا این موضوع را بررسی می گیرند. 1. سردرد های ناشی از کافئین. 2. سردرد های حرکتی. 3. سردرد های فشار خون بالا. 4. سردرد های برگشتی. 5. سردرد های سردرخانه ها. امیدوارم این معلومات موضوع تخصص کنید قرار گیرد. سردرد های ناشی از کافئین. کافئین بر جریان خون در مغز ما تأثیر میگذارد. مصرف بیش از حد باعث سردرد میشود و همچنین ترک کافئین باعث تجربه علایم ترک میشود. افرادی که میگرن مکرر دارند و از کافئین استفاده میکنند در معرض خطر ایجاد درد سر قرار دارند. زمانی که به کافئین عادت میکنید و به طور روزانه آن را مصرف میکنید، اگر روز کافئین نخورید ممکن است سردرد را تجربه کنید. این امر ممکن است به این دلیل باشد که کافئین مواد شیمیایی مغز شما را تغییر میدهد و ترک آن میتواند باعث سردرد شود. هر فردی که مصرف کافئین را کاهش دهد سردرد ترک را تجربه نخواهد کرد. نگه داشتن میزان کافئین در یک سطح ثابت معقول یا ترک کاملی آن میتواند از بروز سردرد ها جلوگیری کند. 2. سردرد های حرکتی. سردرد های حرکتی پس از دوره های از فعالیت بدنی شدید به سرعت اتفاق میفتند. وزن برداری، دویدن و مقاربت جنسی از عوامل اصلی ایجاد درد سر حرکتی است. تصور می شود این فعالیت ها باعث افزایش جریان خون در جمجمه می شود که می تواند منجر به سردرد ضرباندار در هر دو طرف سر شما شود. سردرد حرکتی نباید خیلی طولانی شود. این نوع سردرد معمولا طی چند دقیقه یا چند ساعت برطرف می شود. مسکن ها مانند آسپرین و ایبوبروفن باید علایم شما را کاهش دهند. اگر سردرد های ناشی از ورزش یا مقاربت جنسی دارید حتما به دکتر مراجعه کنید. در برخی موارد ممکن است نشانه از یک بیماری جدی باشند. 3. سردرد های فشار خون بالا. فشار خون بالا میتواند شما را دچار سردرد کند و این نوع سردرد نشانه یک وضعیت اضطراری است. این اتفاق زمانی رخ میدهد که فشار خون شما به طور خطرناک بالا برود. سردرد فشار خون بالا معمولا در دو طرف سر شما ایجاد می شود و به طور معمول با هر فعالیتی بیشتر می شود. در اغلب موارد این نوع سردرد ها به صورت ضربانی است. همچنین ممکن است تغییراتی در بینایی، بی‌حسی یا سوزن شدن، خون دماغ، درد قفسه سینه یا تنگی نفس را تجربه کنید. این نوع سردرد ها معمولاً بلا فاصله پس از کنترل بهتر فشار خون از بین می روند. تا زمانی که فشار خون بالا کنترل شود آنها نباید مجدداً بروز کنند. 4. سردرد های برگشتی. سردرد های مجدد یا برگشتی ناشی از مصرف بیش از حد دارو برای درمان علایم سردرد است. نوع سردرد شایع‌ترین علت سردردهای ثانویه هستند. آنها معمولاً از اوایل روز شروع می‌شود و در طول روز ادامه دارند. این سردردها ممکن است با داروهای درد بهبود پیدا کنند. اگر مرتباً از مسکن‌های بدون نسخه استفاده کنید، ممکن است مستعد ابتلا به این نوع سردرد باشید.
استفاده بیش از حد از این داروها باعث سردرد بیشتر می شود نه کاهش آن. 5. سردردهای پس از سانحه. سردردهای پس از سانحه علایم سردردهای میگرنی یا تنشی دارند و معمولاً 6 تا 12 ماه پس از بروز آسیب شما ادامه می‌یابند. این نوع سردردها می‌توانند مزمن شوند. تریپتان‌ها، سوماتریپتان، پتابلاکرها و آمیتریپتلین اغلب برای کنترل درد ناشی از این سردردها تجویز می‌شوند.